آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشد یه همون درست فردا عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و نماد وارستگی و مساوات در میان مسلمانان است. عیدی که مهمترین پیام آن زدودن وابستگی‌های نفسانی و دوری از تعلقات دنیوی است. عید قربان یعنی از خود گذشتن و به خدا رسیدن. عید قربان یعنی به مسلخ کشیدن هواهای نفسانی و گذشتن از هر آنچه که رنگ و بوی غیر خدایی می دهد. جشنی که میلیون ها مسلمان از سراسر جهان دور کعبه می چرخن و خدای واحد را صدا می زنن. عید قربان یعنی خدا یکیست و مسلمانان برادر هم. عیدی که میلیون ها مسلمان با شرکت در کنگره حج عظیمترین گرد همای جهان را شکل می دهد. مسلمانان با حضور میلیونیشان در مراسم حج و ادای نماز وحدت بخش اینیت یک بار دیگر وحدتشان را به جهانیان به نمایش می گذارند. در این برنامه از شما می پرسیم. عید قربان با عنوان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان چه درسی به ما می دهد؟ فلسفه قربانی و قربانی کردن چیست؟ از دید شما پیام روشن قربانی کردن برای ما مسلمانان چیست و چه کارهایی باید انجام دهیم تا توانا و فقیر در شادی های عید سهم داشته باشند. سلام، خوش آمدید. اینجا با مردم است و من علی رضا یک بار دیگر در یک نوبت دیگری از برنامه با مردم در خدمت شما هستم. دو پرسش اینجا میبینیم. پیام روشن قربانی کردن برای ما چیست؟ چه کارهایی انجام دهیم تا توانگر و فقیر در شادی‌های عید قربان سهم داشته باشند؟ این دو پرسش برنامه امشب در ارتباط با همین موضوع، بحث قربانی، عید قربان و فلسفه قربانی هست که ما منتظر تماس‌های شما از همین لحظه هستیم. پل ارتباطی شما هم اینجا، شماره تماس برنامه هست 020-2511-566، شماره تماس برنامه‌ای که همین لحظه شما میتونید تماس بگیرید. ما منتظر تماس‌های شما هستیم. اینجا هم صفحات مجازی ما به خصوص فیسبوک تمدن هست که با مردم شما میتونید که اینجا هم کامنت بگذارین. حتما کامنت های شما در برنامه به خوانش گرفته خواهد شد. قبل از این که تماسی داشته باشیم یا اینکه کامنت رو به خوانش بگیریم، از شما دوستان میخواییم که وقتی تماس میگیرین یک جای خوب براتون انتخاب بکنین تا اینکه بتونیم راحت تر بهتر صحبت بکنیم و اخلال هم در برنامه وارد نشه. خدمت شما عرض بکنیم که در برنامه امشب یک مهمان هم داریم که تا لحظات بعد تماس ایشان وصل خواهد شد، ولی قبل از یک بار دیگر شماره تماس برنامه رو خدمت شما عرض میکنم. 020-2511-566 شماره تماس برنامه ای که شما میتونین تماس بگیرین و ما منتظر تماس های شما هستیم. خب، در نخست جناب آقای مولوی لطف الله حق پرست، عالم دین و استاد دانشگاه روی خط هست و وصل شده در برنامه. صحبت هایشان رو با هم میشنویم، برمیگردیم با تماس های شما. جناب آقای حق پرست، سلام بر شما، وقت شما بخیر. جزاکم الله خیرا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحال شدیم جناب آقای حق‌پرست که در برنامه با ما وصل شدیم. میخواییم که ابتدا از شما بپرسیم که چی چیز باعث شده که عید قربان متمایز باشه از دیگر اعیاد؟ جزاکم الله. من استاد تشکر میکنم از سوالتان. سلام و تمنیات خود خدمت همه بینندگان تلویزیون تمدن تقدیم میکنم و آمد عید امشب برای تمام قاطبه ملت افغانستان و بلاد اسلام مبارک باد. آمدن عید در عقد عید سرور عایده است، عود کردن یک سرور، یک خوشی. عید در لغت به معنی یعنی عاید شدن یا آمدن یک سرور عایده، یک خوشی که بر جهان اسلام است. ما بدون شک در قبل از اسلام ما ایام داشتیم که حضرت نبی مکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه منوره آمدند، حضرت رسول کریم میفرماید قدم النبی صلی الله علیه و آله المدینه، میگه حضرت نبی مکرم به مدینه که آمد و لهم یومانه، برای مردم دو روز بود که در اون روز خوشی و
بسیار فرعت داشتند. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود که درستی است. گفت این روز روزهایی است که ما در ایام جهالت ما از این روزها تجلیل میکنیم. نبی مکرم گفت که این دو روز الله بزرگ با شما تعویض کرد، تبدیل کرد به دو روز مذهبی. عید سعید فطر و عید سعید اضحی یا عید قربان که فعلا ما در شب عید قرار داریم، بدون شک این عید است که یکی از ارکان دینی و شرعی ماست، یکی از مسائل خوشی های اسلامی است که در سال دو بار ما و شما این خوشی را داریم. و تمایز بودن این ای است که حضرت ابراهیم علیه السلام در این یک تمثیل بسیار بزرگ تقرب جستن به الله را به ما منبوت میکنه. الله بزرگ در خوابشون میره که شما قربانی کنید و ایثار بکنید. بدان حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که میبینه که ما چی رو ایثار بکنم، الله بزرگ در خوابشون برش میفهمه که شما فرزند و عزیزتان را قربان بکنید. بدان قربانی کردن در حقیقت بدون شک یکی از عبادات بسیار اولیه است و یک ایثار قربانی است که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به امروز این قربانی به تمام ادیان این منفعت و این طریقه بوده. چرا حدیث رسول کریم است که نبی مکرم صلی الله علیه و سلم به صراحت میفرماید که یعنی عید یعنی در حقیقت به تمام ملتهای اسلام بوده و آیات قرآن هم در این رابطه حکم میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم و لکل امت جعلنا منسکا. برای هر امت، بر هر ملت ما یک منسک، یک قربانی ما قرار دادیم. مقرر ساختیم که در این قربانی ها اینا نام الله را به زبان بیارن و از این انعامات الهی استفاده بکنن. بنان عید قربان تفاوتش امی است که تماما مردم بر علاوه از این که در عید قربان یک خوشی و ایثار میکنن، بالاخره ایثار در برابر الله بزرگ و تقرب جستن در برابر الله در حقیقت قربانی کردن است. بله. این نمایندگی از عدم وابستگی انسان به مال متاع دنیا و به اولاد است. وابستگی که انما اموالکم و اولادکم فتنه، در حقیقت مال و اموال اولاد میگه یک آزمون، یک امتحان الهی است. بله جناب استاد، عید قربان در حقیقت امید است که در حقیقت یک عدم وابستگی انسان به مال متاع به دنیا و به اولاد است. بله. حتی حضرت ابراهیم علیه السلام شما ببینید که عزیزترین و نزدیکترین فرد خدا که از ذات اسماعیل ذبی است قربان میکنه. بنان تفاوت عید قربان با عید رمضان امی است که در این عید ما در حقیقت یک قربانی و ایثار میکنیم در برابر الله جل جلاله. و ما در این ایام ما آنچه که از خواهشات نفسانی در حقیقت ذبح کردن ایوان و کارت نهادن بر گلوی ایوان در حقیقت کارت ماندن در امو نفس ماست، بالای نفس ماست که ما از خودی، از انانیت، از بالاخره بگذاریم، یک ایثار بکنیم، یک قربانی بکنیم و بالاخره نفس خود را بکشیم و در نهایتش ما تقرب بگوییم به جانب عزت الله جل جلاله. و ما از آل احوال کسانی که نادار هستند، فقیر هستند و در این روز چیزی ندارند، ما چیزی با اونا هدیه داشته باشیم و با اونا ما چیزی سخاوت و جوانمردی بکنیم. بله جناب استاد، به خاطر که نزدیکتر بشیم به خداوند متعال، جدا از این که قربانی میکنیم، ذبح میکنیم در روز عید، یک مواشی را، چی چیزهایی را باید ما قربانی بکنیم جدا از مواشی تا اینکه به اصل نفس عید قربان ما نزدیکتر بشیم؟ مطمئنم که الله بزرگ به صراحت و وجاهت در کلام عزیز خود می فرماید که یعنی ما با او ذبح کردن حیوانی که شما ذبح می کنید، ما به گوشت و پوست و استخوان از او هیچ نیازی ندارم، بلکه هدف ما این است که شما تقرب جستن به الله را شما هدفتان باشه و نیتتان این باشه که شما به خلق خدا رسیدگی بکنید و الله بزرگ و این خوش بسازیم تا ما بندگانی که در اون مستحق سزاوار ایثار قربانی هستند. ما تنها در قربانی کردن نمیتونیم بگیم ایثار. ما مسلمان های اونا در این روز عید انتظار عزیز دارن که ما دست شفقت برشان بکشیم. یتیم های هستند و در این روز بیوزن های هستند، در این روز خانواده های هستند که واقعا اونا فقیر هستند، نادار هستند و اونا بالاخره چیزی به خود به خاطر خوشی عید ندارند. نه تنها که مثال مسئله قربانی، بلکه ما یک جور لباس، یک جور بوت، یک چادر، یک روی کشی، بالاخره یک پاپوش را و بالاخره یک مقدار پول را
و خانواده فقید، مسکین، بی‌وظاعت، کسانی که انتظار از این دارن که در روز عید اینا هم یک روز خوش داشته باشه. ما در این روز ما مسائل برادری را، اخوت را، همدیگر پذیری را، بله، با تحمل، صبر، استقامت را تمثیل بکنیم. با امنه خود، با امسایه خود، با برادر خود، با یک برادر مؤمن خود، ما از رای ایثار قربانی، نه تنها مسئله قربانی، بلکه ما حتی با الفاظ خود، با یک لفظ نه، چرا حضرت خداوند متعال میفرماید که قول معروف خیر من صدقه، یعنی گفتن یک کلام نیک، جملات نیک و جملاتی که یک برادر مؤمن خوش بسازیم، این فضیلتش از صدقاتم خیلی بالاتر است. بنان خود قربانی در حقیقت یک ایثار و یک قربانی و یک صدقه است. و اگر ما در اخلاق خود، در کرکتر خود، در تعامل خود با امنه خود، با یک برادر خود، با یک امسایه خود، با یک همشهری خود، این همش قربانی گفته میشه و این یک نوع اخلاق ایدی است. بله جناب استاد، میخوایم بپرسیم با توجه به صحبت‌های شما و با توجه به وضعیت بد اقتصادی حاکم در افغانستان، چقدر نیاز هست که در این عید مردم بیشتر دست هم نوع خودش را بگیره و این فلسفه اصلی عید قربان که همانا دستگیری از نیازمندان هست بیشتر باید ترویج شود؟ چقدر نیاز میبینین شما؟ من مطمئن هستم که اصلا عید قربان از قربت گرفته شده، یعنی تقرب جستن به الله بزرگ. تنها ما نمیتونیم که نفس قربانی بگوییم، ما یعنی ما میتونیم که امروز بیمارهای در بیمارستان ها هستن، نیاز بر دوا دارن، ما بیمارهای دارن که نیاز بر خون دارن، ما امنه داریم که بالاخره او کالا نداره، یتیم داریم و بالاخره اسیر داریم، زندانی داریم، در هم حالت از زماندار مملکت گرفته تا یک فرد عادی که هستیم. ما کوشش بکنیم در این ما دل برادر مؤمن خود را بدست بیاریم. چرا حضرت ابو سعید ابوالخیر مبارک پرسیدن که بزرگترین راه و نزدیکترین راه به الله چی است؟ راه تقرب جستن به الله چی است؟ گفت راه تقرب جستن به الله بزرگ و قربانی عید همین است که یعنی ما در حقیقت بریم، ما نفع ما برای یک برادر مؤمن برسه، خیر ما برای مردم برسه، این بهترین چیز است. خیر الناس من ينفع الناس، بهترین مردم این است که خیر برای مردم برسه و شر الناس من يضر الناس. از نقطه نظر فلسفی که نزد حضرت ابو سعید ابوالخیر است، همین است که رسانیدن خیر به خلق خدا است. در عید قربان ما کوشش بکنیم که هر نوع خیری که باعث یعنی خوشی برادر مؤمن ما میشه، ما هیچگاه از اون چیز نکنیم، جلوگیری نکنیم و کوشش بکنیم که ما در برابر برادر مؤمن خود، ما از کوچکترین چیز تا بزرگترین چیز ایثار بکنیم، قربانی بکنیم و هم بالاخره امنوایی بکنیم و تعاون و برادری بکنیم. چرا پروردگار عالم میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ما تعاون همکاری مهمی است که از یک جمله که مثال از زبان ما بیرون میشه تا ای که مثال ما بریم برای برادر مؤمن خود یک دست لباس برش ببریم، یک جوره بوت برش ببریم، بالاخره یک خوراک پوشاک، یک بوجی گندم، یک آرد ببریم، یک مثال یک پیپ روغن ببریم، یک مقدار کلچه ببریم، تا او هم بتونه عید خوش داشته باشه و در ایام عید محتاج نباشه و رسیدگی بتونیم برای برادر مؤمن خود و امنه بخود. یک جان سپاس جناب استاد از وقتی که در اختیار برنامه قرار دادین، یک جان سپاس. و مولوی لطف الله حق پرست عالم دین و استاد دانشگاه بود که در برنامه وصل شده بود، ما سپاسگزاری میکنیم از صحبت‌های مفصلی که جناب ایشان داشتن و در یک جنبندی میتونیم بگوییم که چند مسئله میتونه که پیام‌های مهم عید قربان باشه. این تعاون، بحث ایثار، فداکاری، وحدت بین مسلمین، این تحکیم و تقویت وحدت، این از جمله پیام‌های مهم و درس‌های مهم است که ما میتونیم از عید قربان داشته باشیم. فردا هم عید قربان هست، جا داره که از اینجا و از این آدرس برنامه هم ما عید قربان پیشا پیش خدمت شما بینندگان عزیز تبریک میگم. انشاءالله که یک عید خوب، یک عید بدون هیچ دغدغه امنیتی و اقتصادی پیش رو داشته باشیم انشاءالله. هرچند که
مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا هست، ولی وعده های در قسمت تامین امنیت از جانب حکومت در ولایات مختلف داده شده. خب امروز هم مناسک حج در سرزمین وحی در عربستان ادامه داشت. 2.3 میلیون مسلمان از 160 کشور جهان به این روزها در عربستان سعودی مشغول و مصروف ادای مناسک حج هستند که ادامه دارد تا چند روز دیگه، و وزارت حج و اوقاف هم اعلام کرده که تمام آمادگی ها و سهولت ها برای حجاج افغانستان در شهرهای مختلف عربستان روی دست گرفته شده، از هتل تا بحث خدمات رسانی صحی و تمام مسائل دیگر. انشاءالله که این حجاج افغانستان هم با صحتمندی کامل و بدون هیچ واقعه الهی برگردن به کشور. ما منتظر برگشت حجاج عزیز افغانستان هم هستیم. برگردیم به موضوع برنامه. موضوع برنامه امشب در همین راستا هست، بحث فلسفه قربانی، قربانی کردن، پیام‌های مهم قربانی که ما منتظر تماس‌های شما هستیم و شماره تماس برنامه هم هست 0-20-25-11-566 پل ارتباطی شما در اینجا، و دوست داریم که صحبت‌های شما را هم در برنامه با خود داشته باشیم، هرچند که جناب آقای مولوی لطف الله حق پرست مفصل صحبت کردن و توضیح دادن آنچی که مطرح هست و آنچی که باید ما مد نظر بگیریم و در اولویت زندگی ما قرار بدیم. بحث تعاون هست، بحث اخوت، برادری و ایثار و فداکاری هست که تمام این مسائل باید بخصوص در جامعه افغانستانی که نیاز جدی به این مسائل داره داشته باشیم. این از صحبتهایی بود که پیشتر جناب آقای مولوی لطف الله حق پرست داشت. چند تا از کامنت هم در برنامه هست که اگر جناب آقای نظری اجازه باشه یکی دو تا از کامنت هم به خوانش میگیریم که تا تماس بعدی و تماسی که در برنامه وصل بشه. خب سید علی سجاد فیضی سلام تقدیم کرده و گفته دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. ظاهرا در ادامه صحبت‌های آقای حق پرست که پیشترم فرمودن که در حال حاضر بحث تعاون و دستگیری از نیازمندان که یکی از درس‌های مهم این عید قربان هست باید مد نظر گرفته شده، که آقای فیضی هم به او اشاره داشته. خب تماس داریم، جناب آقای مولوی حکیمی روی خط وصل شده. آقای حکیمی سلام بر شما، وقت شما بخیر. علیکم السلام، عاقبت بخیر. سلام خدمت شما، خدمت تمامی کسایی که برنامه را میبینن و میشنون. یک جان سپاس، خیلی خوشحال شدیم آقای حکیمی از این که در برنامه وصل شدین. میخوایم در نخست از شما بپرسیم که عید قربان چی چیز باعث شده که این عید متمایز باشه از دیگر اعیاد؟ شما میدانید که هر مذهب و هر کش و هر دین عید و مراسم مذهبی خاص خود را داره. بله. در دین مقدس اسلام هم دو مراسم مذهبی، دو عید بزرگ وجود داره که یکی عید فطر و دیگر عید قربان هست. عید قربان که از نامش پیدا هست، عید قربانی، عید فداکاری، عید اضحیه است. بله. ایده است که یاد بودی از فداکاری و یاد بودی از ایثار و فداکاری و از جانگذری و خودگذری اسماعیل ذبیح و ابراهیم خلیل را به نمایش میگذاره. مسلمانان جهان امروز باید بود از ابراهیم خلیل، باید بود از فداکاری ابراهیم خلیل که فرزند دلبند خود را، دیگر گوشه خود را در رسای هدفی که در رای پیام و دستوری که خدا برش دستور داد و فرمان داد، حاضر شد که فرزند دلبند خود را قربانی بکنه و فدا بکنه. یاد بود ابراهیم خلیل است، یاد بود اسماعیل ذبیح هست که به خاطر دستور پروردگار، به خاطر اجرای دستور پروردگار، به خاطر اطاعت از امر پدر، یک وجیبه دینی و مذهبی و وجیبه الهی است، حاضر شد فداکاری بکنه و امری که پروردگار و پدرش دستور داده بود، حاضر شد که به این امر و دستور پروردگار تن بده و فروتنی بکنه و تسلیم امر پروردگار و دستور پدر خود شود. بله. جناب آقای حکیمی اشاره مستقیم داشتین شما به این بحث قربانی که حضرت اسماعیل توسط پدرش
به قربانگاه برده شد. میخواییم که بپرسیم پیام روشن قربانی و قربانی کردن در حال حاضر چیست؟ پیام روشنش پیام فداکاری هست، پیام ایثار هست، پیام از خودگذری هست. این پیام را برای مسلمان ها داره، برای امت اسلامی داره که اگر ابراهیم خلیل حاضر شد پسر خدا فدا بکنه، اگر اسماعیل ذبی حاضر شد که جان خدا فدا بکنه، ما مسلمان ها باید حاضر شویم که آنچه در توان داریم، آنچه در اختیار داریم، از پول، دارایی، ثروت، امکانات، هر چی که در اختیار داریم در مقابل بینواها و بیچاره‌ها دریغ نکنیم و فداکاری را که ابراهیم و اسماعیل از خود بجا گذاشتن با قیمت جان خود، ما با داشته های مادی خود این را عملی بکنیم و دست بینواها را بگیریم و از خود گذری بکنیم. بله، مشخصا اگر جناب آقای حکیمی اشاره داشته باشین اینکه چه کارهایی باید انجام بتیم که توانا و فقیر در شادی های این عید سهم داشته باشن. یکی از مظاهر و نشانه های قربانی و فداکاری مسلمان ها این است که مسلمان هایی که قربانی میکنند از گوشت قربانی برای کسایی که قربانی نکردند عملا سهیم شوند و گوشت برای از اونا هدیه بکنند و اگر کسی که قربانی نکرده هر مقدار پول و ثروت و دارایی توانایی که داره در اختیار بینواها قرار بده و تا تمام بینواها و بیچاره ها در این خوشی و روی که از آدرس پروردگار است و همه مسلمان ها در او تهیم و شریک هستند و بینواهایی که تهی دست هستند با دریافت هدیه تحفه از آدرس ثروتمندان و کسایی که دست بالا دارند در این خوشی تهیم شوند و با این خوشی با هم تهیم شوند. بله، یک جان سپاس جناب آقای حکیمی از تماسشان در برنامه. صحبت های آقای حکیمی رو مفصل با هم شنیدیم، این که یکی از پیام‌های مهم قربانی و قربانی کردن همین بحث ایثار و فداکاری و کمک به هم نوع است که اشاراتی داشتن. از طرف هم گفتن که به خاطر اینکه ما توانا و فقیر در جامعه بتونه که این عید بهره‌مند باشه از این عید و سهم فعال داشته باشن، باید به نیازمندان توسط اغنیا کمک شود و اینکه در جامعه به خصوص جامعه افغانستان این عید یک عیدی باشه که به توانا و ناتوان در این سهم داشته باشن. خب سراغ کامنت ها میریم. آقای رحیم رهبر هم سلام تقدیم کرده و گفته قربانی کردن یکی از واجبات حج نمودن است که این رسم و وجیبه از زمان حضرت اسماعیل علیه السلام باقی مانده که شریحان در اینجا نمی گنجد. اما گفته ولی اشخاصی که توانایی قربانی کردن را دارد باید محض رضای الله باشد، این گونه نباشد که فرد قربانی نماید ولی فقرا، یتیم، بیوه زنان، نیازمندان از این قربانی وی محروم بماند. باید در کل نیازمندان را باید از قربانی که میکنیم حقشان بدهیم در شرایط فعلی که کشور ما فقر بیداد مینماید که باید به هر نحو دست نیازمندان گرفته شود. خب آقای رهبر هم به همین مسئله ای که تا هنوز در برنامه صحبت شد تاکید کردن، این که نباید دست نیازمندان خالی بگذاریم و اینکه تنها بگذاریم، باید در این عید ما دست نیازمندان بگیریم که یکی از پیام‌های مهم قربانی و عید قربان هست که به او اشارات داشتن. یک بار دیگر شماره تماس برنامه را خدمت شما شریک میکنم، 020-25-11-566 شماره تماس برنامه. شما میتونین که تماس بگیرین و ما منتظر تماس‌های شما هستیم. و در ضمن خدمت شما عرض بکنم که شما میتونین از طریق اینجا صفحه فیسبوک با مردم هم با ما هر انتقاد و پیشنهادی که در راستای بهبود برنامه دارین هم با ما شریک بکنین. در ضمن هر موضوعی که شما دوست دارین رویش صحبت شود در برنامه‌های بعدی و در هفته‌های بعدی هم با ما شریک بکنین، ما حتما روی موضوع پیشنهادی شما صحبت خواهیم کرد. خب ظاهرا تماس داریم. خب آقای اکبری از کابل روی خط هست. آقای اکبری سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله.
بیک جان سپاس، خیلی خوشحال شدیم جناب آقای حکبری از اینکه در برنامه وصل شدین با ما. میخوایم از شما بشنویم مهمترین پیام قربانی و قربانی کردن چیست؟ اولا پیشا پیشید سعید قربان به محضر همه هموطنان خوبم تبریک عرض میکنم و از خداوند میخواییم که صلح و آرامش و امنیت رو در کشور عزیز ما افغانستان بیاره. مهمترین فلسفه قربانی در واقع قربانی کردن هواهای نفسانی هست. در واقع ما با ذبح کردن قربان باید پا بگذاریم روی تمام اون چه که بر خلاف رضای خداوند هست و ما را از قرب الهی دور میکنه و در واقع هر اون چه که ما را به خدای ما نزدیک میکنه باید او را انجام بدیم. هر اون چه منیت خودخواهی تعصب هست، قومگرایی هست، حب مال دنیا هست، اینها را باید کنار بگذاریم. در واقع با قربانی کردن حیوان اینا رو ما باید قربانی بکنیم و قربانی هم که همونطوری که می دانید یکی از واجبات در سرزمین منا هست که حجاج بعد از اعمال باید گوسفند را ذبح بکنه. البته خوب می تانیم بگیم که در واقع یاد و بود از اون کاری که حضرت ابراهیم خلیل انجام داد و فرزند عزیزش رو بردن به خاطر دستور خداوند در سرزمین منا، این حاضر شدن که فرزندش را در راه خدا ذبح بکنه، چون اینجا دستور خدا مهم هست و ما در واقع با ذبح قربانی یک یادبود از اون کار حضرت ابراهیم که قهرمان توحید هست یک یادبود شوه و در ضمن اصل خود او ذبح یک گوسفند او نمیتونه خیلی مهم باشه، بلکه ذبح خواستهای نفسانی این خیلی مهم هست و او زمان است که ما در واقع به فلسفه قربانی و به یاد بود از کار حضرت ابراهیم که اقتدا کردیم این کار کار نیکو و خوبه هست. بله جناب آقای اکبری، میخوایم بپرسیم که با توجه به شرایط جامعه شما فکر میکنین که چقدر این مردم افغانستان و مسلمانان در کل هواهای نفسانیشون رو قربانی کردن؟ بله اون چی که خیلی مهم هست در واقع درس گرفتن از کار حضرت ابراهیم خلیل و مسلماً به هر میزانی که ما به آموزه های حج از جمله قربانی کردن بیشتر توجه بکنیم، مطالعه بکنیم و یک نگاه بعد به خود ما بکنیم، باید هر اون چی که منیت خودخواهی تعصب قومگرایی اینا هست اینا رو دور بندازیم. وحدت، همدلی، صمیمیت، کما این که همه مسلمانان عالم با هر مذهبی که هست، با هر زبان و رنگی که هست از اقصی نقاط عالم جمع میشه و دور محور توحید در واقع میچرخه. لذا بر ما هست که از این پیام مهم کنگره عظیم حج وحدت و همدلی و صمیمیت و خوت و برادری را درس بگیریم و این مسلمان تا حدود در بین مسلمانان افغانستان که به حمدالله یک وحدت و صمیمیت مخصوصا بین عامه مردم وجود داشته و وجود داره و بعد از این هم دعا کنیم که انشاءالله وجود داشته باشه. بله و کوتاه بفرمایید جناب آقای اکبری، عدم رعایت این نکاتی که شما فرمودین و اینکه اگر این وحدت تقویت نشود پیش بینی شما از جهان اسلام در آینده چگونه هست؟ مسلما اگر وحدت و همدلی و اخوت در سرتاسر عالم بین مسلمانان با هم برادر الا فرق نمی کنه با هر گرایش مذهبی که هست، با هر زبانی که تکلم میکنه، این بسیار مهمه که حفظ شوه. اما اگر حفظ نشوه مسلما با تشتت، پراکندگی، تفرقه
و عدم اتحاد اولین ضربه‌ای که مسلمان‌ها می‌خوره اینه که ابهت اسلام، عظمت اسلام و اون وحدت و همدلی که پیامبر گرامی اسلام که دارای خلق عظیم رحمت برای همه عالمیانه او رو برای ما درس دادن، او دیگه از بین میره و دشمنان اسلام جریتر میشه و میتونه با تفرقه و دوئیت بین مسلمانان عالم به اهداف شوم خود که همانا تضعیف اسلام و مسلمین هست برسه. بله، یک جان سپاس جناب آقای اکبری از تماس شما در برنامه. آقای اکبری بودن از کابل که در برنامه وصل شدن. صحبت‌های مفصل آقای اکبری رو با هم شنیدیم، این که اگر جوامع اسلامی اتحادشان حفظ نکنن و در این حال تقویت نکنن، این یک خطر جدی برای جهان اسلام هست که نیاز هست و میطلبه این که تا این که کشورهای اسلامی و امت اسلامی بیشتر روی این مسئله متمرکز باشن و توجه ویژه داشته باشن روی بحث اخوت و برادری، بحثی که در حج و در کنگره حج در واقع نشان میده که این بزرگترین و عظیمترین. خب تماس داریم جناب آقای کاموال از ننگرهار وصل شد. آقای کاموال سلام بر شما، وقت شما بخیر. بیرزیه تماند رضایی سید تاس و تخبل سلامون را نکو حضور و قهرمان دین کنه تخنیکم کارانو تا دیل جروغ و جورو سی او راتون که لوی اختر دول مسلمانانو تا به جهان بل خصوص بل افغانانو تا مبارکی و آیمان. یک جان سپاس، عید شما هم مبارک جناب آقای کاموال. انشالله که یک عید به خوب و خوش همه ما پیش رو داشته باشیم، به خصوص دوستانی که در ننگرهار هستن. بفرمایین فلسفه قربانی از دید شما چی هست و پیام روشن قربانی رو میخواییم از زبان شما بشنویم. بیتا ماننه زخو مخی مولایی که بم خبری وکری دوستان هم پی خبری وکری دی قربانی دسی او شیر دا شیر الله دا دا الله حکم دا. بله. او آغا چاکی وطا کیگی دا قربانی وکی او بدی که هیت نو دلیل نشتا که یو سڑی اووی مثال دا خبری دلا دا دخپل قربانی پیسی یو چاکا دا خدای پر ازا ورکوم دا نقبلیگی زکا که قربانی پیسی که چاکا ورکی دا خو بیا آغا کم احکام دی دین چی دا غد ریفا کیگی یو بل دا قربانی دے تانا قبل لیگی کتا کولی تھی کہ اوچا سر کومکو کی دخپل دسترخان نا کومکو کی دخپل لباس نا کومکو کی دخپل جب دی پیسو نا کومکو کی قربانی با کئی چو وقت بکی گی کتا جی دا جا اللہ حکام دی او دا جی دین سنی دی دا دا بی او تر قیامت ودی پوری بای دا قربانی وی چی مسلمان وی دا قربانی با وی او ام دا جی نیچو بنیچ کولی چی او سڑے وی جزو حج تنظم او جی حج کلا کم نفلی عزینا چی کئی آغا پیسی دے کولیت دوار کی حق بکر دا دوام دلی در سلتا خودی من نگا گیم گتا مولیش دیر خبرو تا تیرانا واچا والا اخیات تیر دیر خیستا خبری وکری دوم روای ما در پخپل و تلوالو بندی غب کوما چی بولو چی اختر کی دعیدی دوستی دعیدی خورد دی بود دا کتیر شد ایدی رمضان ما بسیار او استادی بسیار در خلاص را داشتن در راهای ترافیکی اوازه ترافیکی که مردم آدمدار آمده بود یا مردم مدار می رفت یا قندار آمده بود به مزار می رفت یا کابل آمده بود به جلال آباد می رفت بسیار ما تلفات دیدیم که از 80 نفر و 100 نفر تلفات بالا بود. با تمام امکانات خود این را صدا می زنیم که شما اگر با یک شهر به شهر دیگه میری اواده یعنی قوانین ترافیکی را مراعات کنی چرا که جنا با یک جای سفر میکنه کدی دریوار گپ میزنه قصه میکنه حوادث میشه در شب شهرها بلد نیستن ما سی خواهش میکنیم که شما از یک شهر به شهر دیگه به میله میری به چکر میری بیچار خوب است بری وطن تن است در کنج افغانستان آزاد میتانی بری چکر بزنی مگر بیچار احتیاط کنی بسیار احتیاط کنید در آها که حوادث ترافیکی بسیار دوری دی گذشته ما دیدیم یک سب اشتاد حادثه شده بود صرف در آی جلال آباد. این سال ما برای دعا خواهش هم میکنیم که وقتی که شما سفر میکنید بسیار دقیق باشی با دریوری تان با سفر تان که خدای نخواسته که باز حوادث دلخراش
او یو کو نه به پیوند له او بعد فامیلای تن بعد پریشان شوا او یی خراب شوا یت مثلا دیگه یی است کی کفای ته قربانی میکنه او چیزای اضافی را کراچی میگیرتن د جوی مندازا ای کار باید نه کنه د جوی نه فرض ده یی کی ګور کنه دا کی ازمو ازمه محیط زیست ما مواجه نشه بخاطر کی منګار بسیار ګرم است او دو وطن گرم خود شما بهتر معلوم است که گوشت تا دیگه اگه منده شوه یک بوی تعفن میده باید این چیزای اضافی که وقتی که قربانی میکنه چیزای اضافی اگر داشته باشه این را باید دور کنه در جای صحیح منظم برسانه که شهر از محیط زیستی شهر باید توجه صورت بگیره. بله مسئله دومی است که هوا بسیار گرم است او هیچ کس نمیتونه گوشت نگاه کنه. ما برای وطنهای خود میگیم که گوشت نگاه نکنی، گوشت توزیع کنی، به فقیرا بدی، به غریبا بدی. به خاطر دین قربانی عادت شینی است که به غریب و بیچاره کمک شوه، عادت قربانی دنیا است. ما تمام وطنهای خود خواهش میکنیم که در این شرایط اگر هر چی وسع تان میرسه به همسایه تان، به برادر تان، به هموطن تان کمک کنی و بسیار کوشش کنی که بتانی که یک دید خوش و خوشحال پیشروی داشته باشید. بله یک جان سپاس از شما. یک جان سپاس جناب آقای کاموال از صحبت‌های مفصلشان که از ننگرهار تماس گرفتن مفصل روی همه نکات اشاره داشتن و تأکید کردن روی بعضی مسائل که باید جدی گرفته شود، از جمله همین بحث دید و بازدیدها و مسافرت‌هایی که در ایام عید صورت می‌گیره و این شهرهایی که حجم ترافیک بسیار میره بالا و میزان حوادث ترافیک هم میره بالا، که این هم بخشی از عید قربان هست. بحث دید و بازدید، مسافرت ها، ذبح حیوانات، قربانی، همه اینا را آقای کامال هم رویش صحبت کردن، به اشاراتی داشتن که باید تمام این مسائل جدی گرفته شود. در قسمت دفن بقایای قربانی هم آقای کامال هم اشاراتی داشتن. امروز هم در این مسئله هم شهرداری و هم اداره حفاظت محیط زیست روی این مسئله اونا هم صحبت داشتن و از شهروندان در ولایات مختلف به خصوص در کابل پایتخت خواستن که زمانی که قربانی میکنن باید بقایای بجامانده از قربانی را در یک جای مشخص دفن خاک بکنن تا اینکه باعث نشه که امراض گوناگون شیوع پیدا بکنه و این اید در واقع تلخکامیش بر ما باقی بمانه. و تأکیدات جدی داشتن و امیدوار هستیم که مردم و شهروندان عزیز در ولایات مختلف روی این نکات هم بسیار جدی باشن تا اینکه از عید قربانی که ما پیش رو داریم یک عید خوب و خوش داشته باشیم و هیچ پیامد سنگینی بر ما بعد از عید نداشته باشه. صحبت های آقای کامال هم مفصل با هم شنیدیم روی چند مسئله‌ای که صحبت کردن. کمتر از 4 دقیقه تا پایان برنامه وقت باقی مانده، لذا اگر دوست دارین در برنامه خودتان تماس بگیرین و این روی دو بحث کلیدیه که اونجا روی مانیتور هم پرسش‌ها رو با شما شریک کرده میخواین صحبت بکنین، ما در خدمت شما هستیم. 02-25-11-566 شماره تماس برنامه هست و ما هم منتظر تماس‌های شما و در خدمت شما هستیم. امشب میتونیم در یک جنبندی بگیم که چند نکته بسیار جدی و بسیار مهم هست که باید در جامعه افغانستان مد نظر گرفته شود. این بحث اخوت و برادری هست که یکی از پیام‌های کلیدی عید قربان و این عید هست که باید تقویت شود در افغانستان با توجه به اینکه تحولات در 2 سال اخیر شکل گرفته، نیاز داره به اینکه ما از این مرحله بگذریم و عبور بکنیم. به اتحاد و وحدت میان مردم نیاز داریم. بحث تعاون یکی از پیام‌های مهم عید قربان هست با توجه به اینکه گراف نیازمندان در افغانستان بلند هست، همین
چند وقت پیش گزارش نشر شد که نشان می‌دهد در افغانستان نزدیک 29 میلیون نفر نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه داره، هرچند که این آمار از سوی حکومت و نهادهای زیرت به خصوص وزارت اقتصاد رد شد و گفته شد که این آمار آمار غیر واقعی است. ولی خب هرچقدر این آمار کم باشه، باز هم افغانستان جز کشورهای نیازمند هست و نیاز داره به کمک‌های جامعه جهانی و کمک‌های مردم افغانستان که باید به هم نوع خود کمک بکنیم. یکی از پیام‌های مهم عید قربان هست، تأکیدات زیادی هم تا هنوز شده از منابر، از مساجد، از بلندگوهای رسانه‌ها روی این مسئله هم صحبت شده. در برنامه امشب هم روی این مسئله دوستانی که تماس گرفتن روی این مسئله صحبت کردن و ما امیدوار هستیم که در این عید یک بخش کوچکی از جامعه حداقل از کمک‌های شما عزیزان مستفید بشه و مشکلات اقتصادی که روی جامعه و روی مردم هست تا حدودی برطرف شه. به پایان برنامه امشب رسیدیم، ولی قبل از خداحافظی از شما دوستان می‌خوایم که موضوعات پیشنهادی خودتان در ارتباط با برنامه با مردم با ما شریک بکنین. ما حتما روی موضوعات پیشنهادی شما در برنامه‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. تا هفته بعد و یک برنامه دیگر، بدرود. داره که یک جنگ زرگری باشد، یک همون کنید.